درود به آقای ناصر مسعودی، خیلی خوشحالم شما رو میبینم در یک شهری که هیچ کدوم از ما قرار نیست اینجا باشیم. اصلا منم خوشحالم که شما رو در همین شهری میبینم که هر دومون باید از اینجا بریم. نفش گل بیرون مثلا ما کنسرتی رو شاهدش خواهیم بود که اینجا اجرا میشه با خانم سپیده رئیس سادات و گروه سازهای اصیل و ملی و مناسبتش هم بزرگداشت میرزا کوچک خان به یاد سالمرگش که 100 سال میگذره. ترانه های از گذشته از نوجوانی اجرا میکنیم تا یکی دو تا کار جدید هم وسطش هست که اخیراً ضبط کردیم. آمدی حالا چرا ای گوهر والا، چرا جلوه کردی پیش عشق ای لولو ای لالا، چرا خیره کردی بازم از آن نرگس شهلا، چرا آمدی جانم به قربانت ولی حالا، چرا بی وفا بی وفا حالا که من افتادم از پا، چرا آمدی جانم به قربانت ولی حالا، چرا آمدی جانم به قربانت ولی حالا، چرا. شما در گیلانی به دنیا اومدی و در رشتی که در دوره از زمان که بهش میگفتن دروازه های اروپا، یعنی یک شهر مترقی و عجیب بود برای خیلی از ایرانی ها، و شما در اون جب به دنیا اومدی 1314. من زمانی به دنیا آمدم که متفقین در ایران بودن، جنگ جهانی دوم. بله، یعنی روسیه، روسیه بود در بریتانیا. گیلان فقط روسا بودن. فضای آزادی بود برای شما من یک کودک و جوان، یا اینکه خب سختی های اون دوران هم بود، قحطی بود تقریبا، کمبود های بود، شدیدن شدیدن، ولی ایام رو سپری کردیم با تمام فراز و فرودهاش. خیلی فراز و فرود شدیدی داشت برای زندگی ما. شخصیتون؟ بله بله، من از یه خانواده متولد شدم که 3 برادر 3 خواهر و مادر، و در سن تقریبا نزدیک 3 سالگی پدرم از دست رفت. پس شما کوچکتر هستید؟ بله، کوچکترین اولاد خانواده بودم و خواهر بزرگم که هنر خیاطی داشت و یه وقتی هم معلم خیاطی بود توی دبستان، ایشون متکفل مخارج ما بودن و مشوق من بودن. برای اینکه اون موقع موسیقی گوش کردن خیلی سخت بود. بله، گرامافون کوکی اگه بود. بله، همسایه می گوش میدادیم دیوار رادیو به دیوار. رادیو اون موقع فعال بود در ایران؟ رادیو نه، هنوز فعال نبود. از سال 19 رادیو فعال شد. پس بنابراین ما دوره هستیم که موسیقی شنیدن، اگه موزیسیان یه جایی بزنه به این محفلی بریم یا به خونه شما بیاد بود، درسته؟ بله بله، کوچه، بازار، خیابون، حتی برای من اون دست فروشی که صدای قشنگی داشت جذاب بود، از اون میگرفتم، هیچ فرق نمیکرد. و مؤذن درویش که تو خیابون میخوند، اینا الهام بخشای شما بودن؟ شدید شدید شدید.
بله. ایران شینم، ایران شینم، شادم ایران میشینم. تا خسرو و خاور، تا خسرو و خاور، به سر کو سواره ایران نشینم، تا خسرو و خاور، به سر کو سواره. تا زنده من نفس دارم، هن میشواره. تا من اسم دشمن زانو به زمینه، ایران شینم، ایران شینم، شادم ایران میشینه. ایران شینم، ایران شینم، شادم ایران میشینه. شما در نوجوانیتون بود؟ بله بیشتر بود. وارد عرصه موسیقی شدید؟ بله. در گیلان هنوز رادیو رشت افتتاح نشده بود، رادیوی ارتش بود که هفته یک بار روزهای پنجشنبه برنامه داشت، نه ضبط میشد نه دوباره پخش میشد. از میکروفون؟ بله از اونجا پخش میشد. برای بردش هم خیلی کوچیک بود. برای همین حدود فرض بفرمایید شهر 300 متر 500 متر 600 متر فوقش 1 کیلومتر. و بله. گروه هم کنارتون قاعدتاً وایستاده بله بود؟ بله بله میزدن بر موزیک ارتش بود. بیشتر موزیسین‌هایی که اون زمان با ما همکاری میکردن، نه اونا هم مارش و اینا میزدن ولی با ما سازهای مختلف میزدن. یکی از اونا استاد اکبرپور بود که هنوز در قید حیاته. این شاید بیش از 50 تا آهنگ برای من ساخته. از همون رشت شروع کردیم چون تو ارتش بود. بله. درجه دار ارتش بود، بعدها اومد رادیو ایران. و خب خیلیه که اون موقع شما چند سالتون بود؟ من اولین اجراها، اولین اجرا حدود 13-14 سال. آخه چطور یه کودک الان اصلا جدیش نمیگیرم به هیچ وجه، یعنی چطور تو اون زمان شما رو قبول کردم بیایم بخونیم؟ برای من خود جالبه. آشنایی من با همین دوستم آقای اکبرپور بود که در یک توی مدرسه میخوندم اونجا، این صدای من شنید و به من گفتش که بیا در برنامه، بیا در برنامه. و ترتیبش داد که من چندین شاید یک سال من روزهای پنجشنبه میرفتم در ارتش. بله. آهنگای گیلکی بود یا آهنگای ملی بود اون زمان؟ فرق نمیکرد. اون موقع من کارم اصلا با آهنگ گیلکی اول شروع نکردم. افتتاح رادیو گیلان سال 1336 بود. من بودم با مرحوم نادر گلچین، ما جز اولین خواننده های رادیو بودیم. دشت تو اومد بگیر جتی سر، تی بلا بخوره بمی سر. دشت تو اومد بگیر جتی سر، تی بلا بخوره بمی سر. بزن شانای می زلفانای، بمیرم تی چومانه لپوی. فدم دستی دستای تا بیشیم بخانای، فدم دستی دستای تا بیشیم بخانای. گردش کنه زیر چنار دار عزیز، بوتی مردن بم تا وقت بهار عزیز. بوشوی مرده بوبوی مرده گرفتار عزیز. پشیمانی اری روزی هزار بر، بی وفا یار بی وفا یار جان. پشیمانی اری روزی هزار بر، بی وفا یار بی وفا یار جان. در رشت که بودم من آخر یه خیلی علاقه به تئاتر داشتم. بله. من 3-4 سال تو تئاتر گیلان کار میکردم، هنرپیشه بودم. جاید. ولی چون صدای من برای رول های بزرگ و خشن زیاد خوب نبود، اذیت میکرد، تئاتر رو خداحافظی کردم.
صدام گرفت، خیلی خیلی مکدر شدم. پس بعد اون دوران سربازی رفتی و سربازی عوض کرد خیلی حالتون؟ توی سرباز، بله بله، توی سربازی منزل یکی از دوستانی که در تهران زندگی میکردن من دعوت کرد که فلان شب بیا اینجا مهمون باش، اینجا استاد عبادی هست. من رفتم اونجا و با استاد آشنا شدم، از اونجا شروع شد دیگه. استاد مرحله بعدی زندگی هنری شما، از همونجا استاد بعد از چندین جلسه که در خدمتشون بودم منو بردم به برنامه گلهای صحرایی رادیو و آقای پیرنیای مرحوم معرفی کرد. که این گلهای صحرایی فهمم میگم که کارهای در رادیو بود، مادرش هم گلهای رنگارنگ بودن، گلهای صحرایی موسیقی محلی ایرانی بود، ارکسترای بزرگ دکلمه داشت، شاخ گل بود، شاخ گل بود، گلهای صحرایی بود و برگ سبز، برگ سبز درست اونم میاد که شامل از این مجموعه جالب بود، دکلمه داشت، معرفی داشت، ارکستر میزد میخوند. پس این در دهه 40 میشه این اتفاق. من حدود 20 تا گلهای صحرایی و شاخ گل دارم، حدود 150 تا کار ارکستری دارم. دکارج کارم بو گذشته همه، باد من هستم بو گذشته همه. دکارج کارم بو گذشته همه، باد من هستم بو گذشته همه. ده الان ایستر دو گوش خو قرص دست اسیره، ده الان ایستر دو گوش خو قرص دست اسیره. خشت پور جلف جیگا گر تلا عویره، حلا چین امشی تمشدار شاخ یا وقفته وقفته. من میره تو تیره هر کی خود بریشته وقفته، من میره تو تیره هر کی خود بریشته وقفته. روز و شب و سلام سلام، روز و شب و سلام سلام. اون زمان دهه 50 کنسرت میدادین یا متداول اونقدر نبود؟ کنسرت متداول نبود. نبود، بله. درست، دقیقاً همین. و انقلاب شد در سال 57. بله. برای شما انتظار میرفت که گل‌های صحرایی اینا اصولاً مغایرتی نداره، ولی ناگهان موسیقی انقلابی تنها موسیقی شد که میتونست بقا داشته باشه. در حالی که چند ماه قبلش و یک سال قبلش نسل جشن هنر شیراز، نسل چاوش ها، گروه شیدا، موسیقی انقلاب بودن، موسیقی اصلی جزء انقلاب بود. این اتفاقایی که افتاد چی شد در اون چند ماه که شما دیگه مجبور شدین سکوت کنین برای سالها؟ خب یه عده گرویدن رفتن و فعالیت کردن، یه عده رو بهشون گفتن که شما بمونید. ما هیچ وقت ممنوع صدا نبودم، ولی 10 سال من از سال 57 تا سال 67 اصلا نخوندم، کارهای منم پخش نمیشد. بله، چون هم جنگ بود هم موسیقی، بله. تکلیفش معین نبود که آیا موسیقی اصیلم باعث طرب میشود و شادی یا نه. بس سال 1300 و مثل که 60 و اواخر 66 یا 67 بود که سریال میرزا ساخته شد، میرزا کوچک‌خان. بله بله. و اونجا از من دعوت کردن، یکی از دوستان، یکی از هنرمندان رفته بود این شعر میرزا رو خونده بود ولی گیلک نبود و این گویشش درست نبود و مورد تعرض گیلانی ها قرار گرفت و فرستادن دنبال من. که این از آهنگایی بوده که زمزمش میشده بین مردم. بله، من بچه بودم مادرم اینو میخوند، زمزمه میکرد. ما خودمون کوچیک بودیم، یادم هستش که صحبت میرزا و جنگل و این داستان ها بوده. بله. و شما اجراش هم میکنید دیگه بدون شک؟ بله. چقدر جنگل خوشی ملت بسی، خستن و بستی می جان جانوارای
فرقم میرزا کوچی خانا. چری زودتر نایی دونتر نایی تنها بنایی گیلان ویران آی ترگم بیرزا خوچی خان آی ترگم بیرزا خوچی خان آی اما رشته جغلان ایسیم تی فرمان کونیم امی جان تی پاجر غربان آی ترگم میرزا کوچی خانا ترگم میرزا کوچی خانا. با جناب آقای ناصر مسعودی هستیم در شهر روتردام در هلند، کنسرت دارن اینجا و موقعیت بسیار طلایی هست که شما رو بتونید در اینجا ملاقات کنید، چون در ایران که نتونستیم مصاحبه کنیم در اینجا هستش. آقای مسعودی، ما صحبت کردیم در مورد این دوران مختلف از تولد شما تا دوران میرزا کوچک خان سریالش که چطور یه دوران سکوتی رو تحول داد در زندگی شما. بله. برای شما تو اون 10 سال سکوتتون کارهایی کردید یا اینکه فقط برای دل خودتون در است؟ گوشه کنار گاهی ملودی چیزی به ذهنم می اومد. خب خیلی دردناک برای هنرمند. فضا فضایی بود که با تحمل می‌کردیم دیگه. منم هیچ وقت از مملکتم بیرون نیومدم. شما الان نزدیک به شاید 70 سال میشه میخونید و اینم به طور رسمی، یعنی شما در رادیو صداتون شنیده شده، من رسمی میتونیم بگیم شما 70 سال دارید میخونید. خب این اتفاق، شما کلی تجربه دارید، کلی داستان دارید برای نسل بعدی، نسل امروز. بله. این داستان چی هست؟ آرزومندم که جوانهای ما گذشتهشون رو فراموش نکنن و به اونهایی که چیز بهشون یاد میدن هیچ وقت فکر نکنن که خودشون از مادر متولد شده بودن. میدونستن اصل خودتون رو هیچ وقت فراموش نکنن. خیلی زیاد هستن دوستانی که میخونن، دوستانی که ساز یاد گرفتن، ولی خب از خودشون باید یه چیز داشته باشن. پس شما دست دارید از ساخته شدن؟ از ابتدای کار من این ذوق در من بود. در ابتدای کار اون بنفشه گل خود ملودیش ذوق خودم بود. جدا؟ بله. ولی هیچ وقت عنوان نکردم. جدی بنفشه گل؟ بله. این رو دادم به دوستان. بله بله. این همین مونده، این جزء کارهای 70 سال پیشم، 60 سال پیشم. عالی. بله. اون زمان که اینو می ساختن سال مثلا 2021 22 23 بیشتر آهنگای اروپای شرقی بود یا آهنگای اروپا بود، تانگو یا استرو رامبا یا چیز دیگه. رو اون خواننده ها شعر گیلکی میذاشتن. یکی از اونها همین سازنگار جمعه بازار که استاد آشوپور اینو خونده. اینا اینو جزء هم بله از این کارا بود. شما چند تا آهنگ خودتون ساختید فکر میکنید؟ شاید 50 تا 40 تا. بله. نوشتم. بعد اسم مستعار شما شقایق بوده. گل همیشه عاشق بوده. دیگه همیشه عاشقشو خودتون بهتر میدونید. ولی شقایق بوده من. چرا شقایق؟ دوست داشتم اسم این شقایق برای من به ذهنم اومد. چون گل شقایق میدونید که از گل بسیار زیباست. الان در کنسرت امشبتون از کار جدید کدوم رو انتخاب کردید؟ از کارهای جدید یکی حالا چراست؟ بله. یکی مرغ دله. از کدوم آلبومه؟ از همین آلبوم حالا چرا. یکی هم دریا. دریا. بشنوید صدای شما در کنسرت با سپیده رئیس‌زاده. خاک
سال به کنج لب یکی طره مشک فاند و خال به کنج لب یکی طره مشک فاند و باد به حال مرغ دل دانه یکی و داند و باد به حال مرغ دل دانه یکی و داند و محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان از چه کنم مجابشون پخته یکی و خاند و از چه کنم مجابشون پخته یکی و خاند و خال به کنج لب یکی طره مشک فاند و وای به حال مرغ دل دانه یکی و داند و وای به حال مرغ دل دانه یکی و داند و خون کنون با دف و چنگ و ارغنون باده نهاد خون کنون با دف و چنگ و ارغنون باده و را مام او تف یکی و نام دو باده و را مام او تف یکی و نام دو خال کنج لب یکی طره مشکاند وای به حال مرغ دل دانه یکی و داند وای به حال مرغ دل دانه یکی و داند آهنگی رو که دیدیم و شنیدیم آهنگی بود که شما اجرا کردید خانم سویده رئیس سادات و آقای مسعودی خیلی خوشحالم این کنسرت نتیجه ملاقات شما است در یک کشور دیگه ای دقیقاً همینجوره بله در کشورهای متعدد و شما استعداد بسیاری دارید در لهجه گیلکی من شنیدم واسه همین جالب بود بعد از ملاقات چه اتفاقاتی افتاد که به اینجا کشید کار من حدوداً فکر می‌کنم 13-14 ساله بودم در لواسان همراه پدر مادرم رفته بودم و یک جمع دوستان و عزیزان بود تعدادی از هنرمندان و استاد مسعودی و همسرشون هم اونجا بودن بله من همه چیز تیکه کوتاهی خوندم با استاد میلاد کیایی اون موقع من یادمه که ناهید خانم و استاد مسعودی کلی منو تشویق کردن و به من محبت کردن و این اولین بار بود که من سعادت دیدارشون از نزدیک داشتم تا اینکه من میدونم دو بار اگر اشتباه نکنم کنسرتشون در موقع تورنتو بودم در تورنتو کنسرتشون رو رفتم و بعد از اون کنسرت من در تورنتو بعد از اون این همکاری شروع شد و الان یک سال تقریبا میگذره از این کنسرت ها و این جمع‌آوری این آهنگ ها و اجراش از ساختای خودتون اجرایی داریم؟ الاتیتی ملودی اصلیش از خود استاد بوده که تنظیم بی نظیر استاد حنانه شده در اجرای اصلی که تو اجرا میکنیم و به علاوه سه تا از قطعاتی که اخیراً خودشون کار چه شبیه خواهد بود؟ شما هم مقیم بون هستین شهر بتوون من هم مقیم بون هستم زادگاه بتوون زادگاه بتوون خیلی عالی می‌بینیم اجرای شما رو خیلی ممنون روی صحنه مرسی خیلی متشکرم از شما و همون چه از شما که ما بودیم مرسی قربان شما التی تی بیا بیرون بیا نو کن میدیل خون تو می لیلی موتی مجنون تو می لیلی موتی باریکه بوشو عیش
شو شو ای شو تیجه ترسنه میری که تیجه ترسنه میری که میزا که کوچی که بانا میزا که خوشگیره بانا سرده زمان سرده نیرو از رنج و غم زرده